دور من ها همه دونه ها قشنگ با منم باید دم بدین ها خب سلام علیکم های بچه ها یا الله بچه های محل ما یا الله خوب میدونین به من میگن موچول خان بشکن و بالا بران بشکن من موچول خانم بشکن ای مالی جانم بشکن من میرقصونم بشکن من میخندونم قربون همتون برم الهی چی داری دور من جمع شدم آی بچه های جون جونم آی غنچه های خندونم آی نقلای بیابونم با این که هر جا میلونم موچول خانم موچول خانم موچول خانم موچول خانم میخوام عروسی بکنم ایشالا میخوام روبوسی بکنم ایشالا منم میخوام دوماد بشم ایشالا میخوام شاخ شمشاد بشم ایشالا علکی خوشم من اهل قشقشم من آخ نمیدونی چقدر خشم من همش توی قوز و توی کشم من نمیدونی ای ریزه چه میکشم من یعنی از دست ملی جون ها نه از دست شما شما که آدم نیستین دلم میخواد زم بگیرم ایشالله من وصله تم بگیرم ایشالله نوگل گلشن بگیرم ایشالله یار سیمین تم میخندونم اینجوری ها ببین بگیرم ایشالله بشکن من موچول خانم بشکن ای ملی جانم بشکن من میرقصونم بشکن بریم دنبال یه خواننده دیگه من وقت ندارم میگم بخواننده باش که داریم میره این سن و فوتش ایده بارمون زنر بخوره تو قطعه زهر بار بچه خونه باز من درست کردن من کرای دادنشون چهرتم بچه مهرم تو خونه کودکستان درست کردن برین گمشی برین نبینم چه خبری که باید بابا باید خونه رو سر کشتی مگه من مگه به جاب گیر آوردی چو تا دیواری آوردی مگه مفتی نشستیم کرایه تو میگیری کدوم کرایه مگه قرار نبود همیشه دو ما کرایه پیش بدیر ما هم که نقد دادیم ما به جابی آقا چه خبرته گربون آدم چسبا این یعنی این که یک ما کرایه تون عقب افتاده بنده یه ناشاک یه خدا به تو میگرد و من مردم چارما چارما کرایه نمیگن کرایه شون عقب میدازن تازه دو 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 من از اونا شیرم با خواهیه بمانیم به موقع کرایه کجا داره مثل بوش میری تلونه ها؟ سلام علیکم زهر مار کرایه 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 یا را دوند کرایه احوال پرسیده برمی درم الهی بسر میره دنداخته دوم ما کرایه دقب افتاده دوم مایم باید پیش میداد این چار ما یا را زود باش معطلش نکن اختیاروز بار جناب صابخونه من سه مام به تو پیش دادم به جون پدره چه چه مزخرف میگی؟ کجا سه ماه پیش دادی؟ مگه من نگفتم من همیشه دو ماه کرایه پیش میگیرم؟ چرا؟ تا چه تاریخی کرایه دادی؟ اوه تا آخر دو ماه دیگه با این حساب پس چجوره سه ماه کرایه طلب کاری؟ ای خدا جونم این چقدر خنگه برای این که من هر جا که بودم همیشه پنج ماه کرایه رو عقب مینداختم اینجا فقط خنگ خدا دو ماه عقب انداختم پس مثل این میمونه که سه ماه پیش دادم دیگه اگه حساب بلد نیستی یه دونه حسابدار استخدام کن تو هر روز هم خودتو ناراحت میکنی هم مستاجراتو راست میگی پس تو خودتو نخود آش کردی خواستم بگم شما خیالت راحت باشه من ضامنش میشم اگه تا آخر برج نداد از من بگیری به
خجب زامن معتبره موشه تو لونه نمیرفت یه جارو هم به دنبش میبند پسر تو پول و اتوبوست هم نداری که بگی اون وقت میخوای کرایه عقب افتاده یه این پوز ملوکو بدی خودش مثل عبدالشرخر میونه به ما میگه بوزمالا چشم میخوای پاسبان صدا کنم بدم ببرمت زندون خلاصه من این حرفا و مذکرفات سرم نمیشه تا چند روز دیگه اگه اجارتو دادی و الا دومتو میگیرم باشه قربان مثل که هوا پسه اصلا پدر شما حرف حساب سرت نمیشه ببند دهنتو اینم به سری شده برای من مدعی اوی پوزمولوک خوب فکراتو بکن اگه نمیتونی درست حساب کرایتو بدی جلو پرست جمع کن برو تو هم اینجوری من از سبز و ظلمه رو نگاه کن از امروز دیگه کفتم بهت نمیدم چقدر از صبح تا شب باید حرص بخورم هر کسی یه جا بخواد پول من رو بخوره ناشه خواهی مهمشون رو هرچی من چند ببرم بیا بابا آخه یه چیزی بگو بابا بگو والا چی بگم حرف منو که گوش نمیکنه از صبح که پا میشه همین تو پرکاچه مردمو میگه هرس پول داره دیوونش میکنه روزی 4-5 هزار تومان آیدیشه اون وقت واسه خاطر مایی 20 تومان اینطور هرس میکنه خلاصه من از طرف بابام از همتون معذرت میخوام خداحافظ بشم باره میگه خجارت بکش ایداد میداد در ریم که امروز هوا خیلی پسه یار دفعه به تو گفتم این بشنه به درد تو نمیخوری اینقدر پیزی یا بالونش نجا این بشنه یه بلنگار به درد هیچ کاری نمیخوری الان چند وقتی که بیکار دوله حاکم خندقه خب که پیدا میکنه کار پیدا میکنه اگه غیرت داشت تو حالا پیدا کرده بود اصلا این کاری از دستش بر نمیاد این باشه زیر دل خوبه یکی رو میخواد که اعماقش رو بکش با بالا نه بابا بیچاره خیلی واسه کار این در اون در میزنه بیچاره خیلی بد شانسه تازه خودت چه کاری از دستت بر میاد من پنگوشتم هنر میباره چه خبر که بی حیا چیه معلومه که خنده داره اگه سرکار از همه انگشتاتون هنر میریزه چرا خودتو به اون دکون بقالی فکستنی چسبوندی و ولش نمیکنی نکنم بابا بابا چانسی چطوریه؟ به شما که میرسه اسمش بدشانسیه اما برای اون بیچاره ای بدبخت هم بدی آدم بی خودی زنده است 5 تنها میخواد که خودشو ببنده بهش بره اون دنیا لا تاشم منه میگی من نرشو تونم رو گردی اون مفنگی نمیشدم آخه شما عقلتون کجا رفته من که کار کاشبی یا درستی ندارم نه که تو خونهش تو هم که روزی 10 ساعت یه لنگه پاپا میشی و سوزنش حتی یه گاز میزنی اگه قرار باشه که تو هم به یه کسی شوهد بکنی که آه در وسط نداشته باشه با ناله سودا کنه دیگه فاتحه همون خونده هست اگه منو میگی اگه از گشنگی بمیرم بهتره تا نون توماتو بخوری آش داره شره بر میگه منظورم این بود که مریه باید زن یه کسی بشه که دستش به دهنش برسه نه اینکه خودش شوهرش و بال گردن ما باشن میفهمی یا نه چی میگم مطمئن باشین به بال گردن شماها نمیشم هر دومو کار میکنی تازه اگه جفتتون هم کار کنین همیشه 8تون جلو 9تونه در صورتی که میدونم اگه به اونش بده شوهر کنم هر شب شما چلو کباب نه خنگ خدا من تنها نمیخورم تو هم خوب میکنی چلو کباب چه سهله اگه ساعت تو پاشم جواهر بریزن من زن اون قلت شلو باید این جوونه همینطور مرد چم میکنم فهمیدی؟ یه چایی باشه من بریزن که یه اون خود تازه بشه تا نمیخوره اون بابا بایی میشه من نداری که اره خونه شو بده چطور میتونه تو رو اداره کنه من جای اون بودم خودم میکشتم با خود خودم بگر میشدم حضور خان فکر چی هستی؟ تنها مفت آویزونه اما من دل جرعتش رو ندارم دل جرعت نمیخواست تناو چه بنده به گردنت فوراً فلنگو میبندی اون دنیا یالا چرا مرتلی ببین تناو موب گردنم موب بزن بمیر یالا با خدایا خودم به خودت سپردم فوراً فلنگو میبندی اون دنیا لای با امید تو بریم بیریم خودکشی چه مزید داره خدای شد الحمدلله چه آخر آمد و خیر شدیم مامان چون خان چی کار داری بکنیم بدبخت بی نوا دل جرعت داشته باش این عالی ترین کاره مامان اگه از زندگی سیر شدی ببین بیچاره آره برای این که موچول خان تو این دنیا هیچی نداره تو آقا پیری به هم میگی بیغباره دخترت هم که به ما نمیدی پس خودکشی بهترین کاره
مگه نه پیره من رو میشهره؟ آره، برای تو خودکشی به بهترین کاره. ای آجر پاره، پس بیا به ما کمک کن که ثواب داره. باشه، حالا که میخوای خودتو بکشی ثواب داره که روی یه چیچه کاغذ بنویسی که موچول شکایت ها داره. عجیب تو جون میکنی یا داری حرف میزنی؟ ببری الهی، از این میشباره بیقواره. راست گفتی ای اجراره، اگه زن بودی بهت میگفتم ای آتش پاره، مداد و کاغذ بده که موچول وقت نداره، باید زود فلنگو ببنده که بره خیلی کار داره. آجم این کاغذ هم اینم مداد بگیر، بنویش که باعث خون من این میجبار ببوری الهی بی پول داره. باشه، این جانب موچول فرزند آواره، از دست این میجبار بیقواره خودکشی کردم، کسی دیگه هم تقصیر نداره. اینم امضای موچول خان کله داره. بیا مال تو نفروشی امضا ما. قربون دشت، حالا اگه کمکی از من برمیاد بگو، خجالت نکش و بگو این حقیرت هیچ تاریخ نداره. باشه، این صندلی را زیر پام بردار که موچول زودتر بره اون دنیا، واسه اینکه دیگه چاره نداره. خداحافظ ای زنده ها، خداحافظ فامیل. داشتم میمردم، داشتم خفه میشدم. دیدی موچول خان تو مردنم شانس نداره، کس که شانس نداره تناب دارشم میشه باره. آسه نخو بابا، با اراده باش، من خودم یادت میدم خودکشی داشت یار را داره. را بیو بری موچول خان، این که دیگه کاری نداره. ببینم خوشحالی که داماده دیگه سرخره نداره. آره موچول بدار، چی دیدی؟ شاید در این دنیا موفقیت زیادی کسب کنیم، بعضی ها در این دنیا خوشبختن، تو از اونا هستی که در اون دنیا خوشبخت میشی. بعد بردن خب یا نسوی آقستن. خب آقا موچول راستاتی میخوای خودتو نفله دار. آره بله، پس چرا هیچ بولی میخوری؟ چرا معطلی؟ حالا چه عجله ای داری؟ اصلا تو کی هستی که با من حرف میزنی؟ راست بگی برو، میخوام نقشم بکشم. خیال میکنه خودکشی آسونه؟ مگه من پشم؟ این که دیگه نقشه نداره. تماشا کن بسات خیابون رو ببین، اونجا رو بجور خواهد. ببین ماشینا رو تماشا کن، خودم بندازم زیر ماشین. دردم نیاد خدا جون، علالله هر چی باد آباد برو بری. از این کامیون های ده چرخه خودت بفرست از درگاه غیبه، بلکه مال مثل لواشک آلو پتبنگ رو روید نختر نمیاد. حالا که ما میخواهیم نمیاد، وقتی نمیخواهیم دنگ و دنگ. من که زیر این فنگلی ها نمیرم، کسر شنه. حالا من مثلا مردم، اینجام لابد بهشته، پس هوریاش گوشم، مردنم شانس میخواد مجول خان. مرز هی میخنده، خیال میکنه من مسخرم. حالا یه جوری خودم میکشم که پدرت هم خواب ندیده باشه. روزی یکی بیشتر نخواهید، خطر داره. خیلی خب، شما چی میخواستید؟ یه افسوس بود. موچول خان برو به طرف سرای جاودانی، دو دقیقه یه نفس کشتن یادت میده، راحت راحت. خب یکی خور شید، خدا حافظ، دیگه از این بعد مهتاب میبینم. خب یارو گفت روزی یکی ما سنگشو با هم میخوریم که جا بی جا همین راحت این در بزن. چقدر خوشمزه بود این سما، اگه میدونستم بیشتر میخوردم. ای 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 ای.
دادی بیداد چرا همچین شدم من؟ نکنه خدای نکرده بمیرم. بجول خان دل جرعت داشته باز. من دارم میمیرم میگه دل جرعت داشته باز. حیف نیست که من بمیرم. ملیحه رو بگو قصه من دق میکنه. نه شما خیالتون از طرف ملیحه راحت باشه. عشق اینه که من آمادم و دیدم و پسندیدم. حالا وقتی که ایشالله عروسی سر گرفت و به سلامتی ملیحه رو بردید منزلتون، متوجه میشین که اونم شما رو گوش داره. بله در هر صورت همین که ما رو به قلومی قبول کردین تا آخر عمر ما چاکرتون هستیم. هر کاری هم از دستمون بر بیاد واسه شما کوتاهی نمی کنیم. آخه چجوری بابامو راضیش کنم که چند روز دست نگه داره؟ بابام خیال میکنه من 40 سالمه ترشیده شدم. حیفه موچول نیست کدم زن اون گنده بشه. آره والا حیفه گناه داره. اون وقت اون دنیا ملیحه جونم از من باز خواست میکنه. چه ای کوچوله تنبل، اگه دنبال کار رفته بودی بی پول نبودی بابا من منشوار نمیداد که منم قصه دقه کنم. ای وای چرا دلم درونم اینجوری میشه. حکما سمه داره کار صورت میده. بیداد بیداد آهای بیاین بچه ها به دادم برسین. من سم خوردم کمک کنین. میخواستم خودکشی کنم. بابا پشیمان شدم. پشیمانی نداره ولی بیاین کمک کنین. دارم میمیرم. من از حلال بودی میطلبم. تو رو با خدا من حلال کنیم. من دیگه دم آخرم. من دارم میمیرم. چه خاکی به سرم کنم؟ منو نجات بدید ای بچه ها. خدا حافظ. چه تر خبرته؟ مگه سر بایدی؟ خبر بدم که بوشون سم خورده شده میمیرم. حالا کجا؟ چه خاکی به سرم مردم
زبی هم زبانی خدایا او می گری ز من چرا شکی نمادی می زنده می بین بازم چشمون بین آسمون نور خورشید افتاد آهی دیگه حس ندارم نرو آقا هم قوت ندارم آهی چکم بیا اینم پول تاکسی خدا عوضت بده زن خدا عزت رو زیاد کن برو تاکسی تاکسی وایسا نرو میگم نرو من با تاکسی نمیرم سر کن من پیادشم چی شد؟ صبر کن اون تکمین رد کن تکمینیر یالا من عادت دارم پیاده رو برم بکه با خوشکی شانس مسافره یه تکیوانی کاسبی کردی بیان اینه چیه؟ منو چینجا چطوره؟ سبکون؟ زیغم کدوم دفعه ما نزیه بردیم که این دفعه دومش باشه؟ خدا زنده بذاره این وجود و این بازوها رو مثل موتکای پر قو میمونه این بازوها رو میبینی؟ همین بازوهاست که میتونه این پولا رو در بیاره فهمید داداش بگیر هفت قرونش بابت حساب قبلیت برمیدارم سه هزارشم بابت نصف نون آلات خب امروز نهارم که نون خالیه خیال میکنی ما نداریم به جون خود نباشه به جون اون پدرت همین یه ساعت پیش یه مرغ درسته دادم کباب کردن حلاب حلاب خوردم مثل اینکه خدا خواسته وضعیت رو به راه شده خلاصه ما رو میبخشی اگه جسارت مسارتی کردیم این مغازه ما متعلق به خودتونه باشه قبالش به نیست بیام تحویل بگیرم چه تارقایی میکنه خب بچه ها من اومدم چه از مریض خونه اومدی؟ چیت شده؟ چرا انقدر ناراحتی؟ هیچی باز بچه ها دنبالم کرده بودن که براشون آواز بخونم منم حوصله نداشتم فرار کردم آره داشتم میومدم مریض خونه دنباله خب الان حالت خوبه؟ آره ببین بیا بریم اونجا با هم حرف بزنیم بریم؟ بیا بریم قرونه در الهی بشین در آره همینجا خوبه های خدا خیلی خوبه اینجا ببینم مگه تو منو دوست نداری؟ چرا؟ چمشاجو خدا اشبازی من خجالت میمیرم خیلی میگره من دوستم داری یا نه چرا خیلی پس چرا میخواستی خودتو بکشی آخه بابا تو رو میخواد بگیره آره اما من به مادرم گفتم زن اون گوله بیابونی نمیشم اصلا مادرم هم دوست داره من زن تو بشم ای خدا جونم چه حرفای خوبی میشنافم دلم میخواست الان دوتایی با هم دیگه پر در بیاریم بریم تو آسمون ها قاطی کل آقا بشیم قربون اون چشمات برم الهی که اینجور زلزل به من نگاه میکنه دلم میخواد الان داد بکشم بچه ها رو خبردار کنم بزنم برستم بگم موچول خان از همین امروز میره دنبال کار کار میکنه عرق میریزه پولدار میشه دیگه بابات نمیتونه بگه موچول بیکاره جانم بیا بقیرم خواهم تو رخه اما این عشق من برات دا میکنم کارم چه سخته اما این عشق من برات دا میکنم سرم و بالا میکنم خواهش از خدا میکنم میگم الهی که بهت کار بدن بهت یه کار ریا برود دار بدن الهی از کارت گره با بشه بعد خواه تو هر که یه رسوا بشه ایشالا همین دکون قبولت کنه همین دکون صاحب پولت کنه مثال این
باشم مثل تو، آجیل مشکل گشا برای تو خیرات کنم، صفر برات بندازم خیرات رو مبرا. سیدیم چکر بشن آخر نزنیم صفحه یه وقت پیدارش نشه بی انتاو تا اینجا که نایمده خواه مالیه. ای پسر کجا؟ باز که داری مثل مشمرده ها فرار میکنی. سلام و زهر مار، حالا کارت به اینجا رسیده که کاغذ مینویسی از دست مزجبار خودم رو کشتم و امضا موجود؟ نه خیر، میدونین چیه قربان؟ یعنی شما درست حسابی نمیدونین من چی میگم. من میدونین نمیدونین سرم نمیشه. خلاصه بهت بگم ای این دفعه خواستی بدون دادن کرایه اتاقت خودتو بکشی، من واسه اجرایه صادر میکنم، نقشتم میدم به دار بدارم، بدم دار فهمیدی؟ باشه قربان، من وصیت میکنم بعد از مرگم نقشم بدن به شما. اون موقوف اصلا برو از جلو چشم من گم شو و الا خفت میشه قربان. خفت میکنم، خفت میکنم، برم خفم نکنه. خونه که نسته بونه خونه است. دروازه بی تو ای خدا جان، دندان رنده دادم دندان. ای خدا جون، منو درسته قربون ملیه جونم بگن که من راحت شم. والا پدر جون من متقلبه، یه دفعه دیگه بیا اجازه بیای تو اتاقم، دوم به تو میگیرم از خونه میندازمت بیرون. آخه روز ازت پول میخوام میگی شب، شب میخوام میگی روز، پس من پول تحصیل مدرسه ما از کی بگیرم؟ برم گدایی کنم؟ هر درک اصل و صاف لیلی میخوای بگیری بگیر، ندارم ندارم، من چند سال باید خرجتو بدم؟ اصلا بچه نفهمی دارم، خدا مردم از دست این پسره نفهم. پسره خیال میکنه پول علف خرشه، پسره یه موزه خیال میکنه میدارم پولای نازنینم و بدوزه. میذارم شما گفت قسم و قلبمه، آخه هیچ کس نمیتونه شما ها را از دست من بگیره. شما قوت جون منه، قوت قلب منه. این 100,000 تومن تضمین میرم بذارم زیر متکام تا صبح خیالم راحت بشه برم خونه هره بخرم. با اون ساختمون میتونم شما رو 5 برابر بکنم، 6 برابر بکنم، اگه زنده بمونم انشالله تا یه سال دیگه 10 برابرتون میکنم. حتما زنده میمونم. هر طبقه 4 تا اتاق داره، هر اتاقش به یکی اجاره میدم. فضای لبه تشنه هست. ببینم آقا این یک کمی تونته، بله بینم خانو برو جلو، هرچی ما رفتونه بنش میاد دبه لوله شد. آقا میگی چی کار کنم؟ آقا بده بینید تو تو بفرمایید. خانم یک کمی تونته، خانم جون برو بالا. بده آقا، بده بلیتو بده بینم. بیا بیا بینم آقا این یک کمی برن جلو تر. من جانم آقا یه قدم داره برو کنار، مثل سی هزه کندر آیده جانم. آقا زبا شقا برو کنار بیاین. مواظب جیباتون باشی. چی؟ چی شد؟ چه اتفاقی افتاده؟ یه خود فاصله بگی بچه، چرا این خودتو میچسبونی به من؟ چشمه آقا جون، تو هم مواظب جیبت باش، به پا نزنه. خوب شد گفتی. آره نه چیزی ندارم بزن، دستمال که هست و یه که روزنامه هم داشتم که آدرسی توش بود. ببینم گوشش اینه، اینه روزنامه، اینه گروهش برم الهی. خب من خیالم راحته. یارو راه با این چه بعضه بایی سادن آقا؟ شما اون جلو راحت ترین، بفرمین جلو خواهش بکنم. بفرمین جیبمو زدن، همین یارو جیبمو زدن. همین یارو جیبمو زدن. چه ممکنی آقا جیبه خواهی دارم بکشم؟ خر خود از دیگه رو دوست خیال زده. شما میگوید به درد بیارم، جیبه من از درد. چرا شده؟ چرا ماشینو دیگه الان چطور شد؟ نمیکنم، کار کار توه. خودم دیدم، خودم دیدم که دستت رفت توی جیب من، دستت رفت توی جیب من، خودم دیدم. آقا چرا توهین میکنی؟ من به تو توهین نکردم، هر مردم شاهد باشه. این عینکی جیب منو زده، جیب منو زده. نه فهمیدم چه کسی جیب شما رو زده. خجالت بکش بیرم. باره چنان میبینم باره. اقا الان خودم آقا جون دوزه کیف و تحویلت میدم.
بگو اینا پیری تو کیفا چی بود؟ میگم پول همو زدن، پول همو برگ چقدر که نباره پول همو زدن. حالا چقدر بوده که اقا باید تو شاتر گلوت میندازی؟ 100 تومن 200 تومن میخوای چه کنی که چقدر بوده؟ انقدر بوده که پدر بی پدرت هم به خواب ندیده فهم. خدا باشه، خواهش میکنم اجازه بدیم ببینم آقا چی میگه. خب آقا جون، اول بفرمایید به کی شک داری؟ من؟ به همه. اول به این عینکی گشنه، بعدم به این پسره جوالق. به من پدر شاهد باشین آقایون، من از این آقا شاکی هستم، ادعای شرف میکنم. شما ناراحت نباشید قربون، اون سر باشین الان درست کنم. متشکرم. گوش کنین آقایون، این آقا میگه پولمو زدن. بله زدن. دوزم که یه نفر بیشتر نی، از این ماشینم که بیرون نرفته. حالا برای این که خیالی آقام راحت بشه جیب همه رو میکردی. اصلا هر کی جیب بغل دستی خودشو بگرده. گوش به فرمان من. ببین چه علم شنگه رو انداختانا، هر که هر کی شکایت داره وردش کلانتری. از قرار آقایانو مستقی کنیم، آقایانو خلوت کنیم، کلانتری همین نزدیکی هست. من فقط به این دو نفر مزنونم، با هیچکی دیگه کاری ندارم. پدر شال خیالتون رسیده، از حلقومتون میکشم بیرون. یالا بیافتید بفرم بله میبخشینا، از همه خانم و آقایون معذرت میخوام. با اجازه شما خواهش میکنم، شما که گناهی نکرده بودین های راننده. خب بودن شد، چه عجیب خالی کردین. سلام نانا، تو رو زنجه بزده دست به جلو. آره جانم چه کبوله عجب مردم رو میفرده میشم، روز روشن جیب مردم رو میزنم. تو دیگه خفش و سرمنشهش خودتی. ترمز کن دیگه، وقتی میگم ترمز کن یعنی وای سادی یه مام آدمی نازلاته. بریم طرف هتل. هتل نیلوفر کجام؟ کسی هم راه نمایی نمی کنه؟ هتل نیلوفر برم. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. شما تو روزنامه آگهی کرده بودین که شاگرد میخوای. حالا من اومدم قربان. بله قبلا کجا کار میکرد؟ تمام هتل های درجه یک پایتخت. رضایت داره صبح میارم. بسیار خوب، بس حتی بفرمایید. قربان شما. بفرمایید. دیدم دارت بزنن، حتت بکنم. شلوغ نکنید آقا جان، خواهش میکنم. شلوغ نکنید. شلوغ جناب سروان، صحبت سر پول. پول پول سر لوشید. پول پول. ببینی چه شلوغ بازی در آورده جناب سروان. حالا بپرسیم ببینیم چقدر پول بوده. چی؟ میخوای چه کنی؟ ها؟ میخوای سروان دیده چه گفت پولای من پیش همینه. از حلقوم آقا بفراد بشینید، خواهش میکنیم. این شلوغ بازی در نمیده. چشم میشینم، حتما میشینم. اینو ها نشستم جناب سروان. پولای نازنینم، پولای نازنینم، پولا. پرونده این آقایون حاضره. بفرمایید آقایون، کارتون اینجا تموم شد. آقایون کارتون مربوط به داستاراست. بفرمایید. خب آقای میرزا جبار، شما اول بفرمایید از کدوم یکی از این آقایون شکایت دارین؟
همین آقای گردن گلوف خفت میکنم، به خدا میکشم، خفت میکنم. ساکت آقای، این حرکات از شما بعیده. دیدم دارت میزنم. چشم میشینم، چشم، بله چشم. من تو اتوبوس واسطه بودم، یه دفعه دیدم دستش رفت توی جیب من، همونجا مچش گرفتم. ببینم همین مچه، بله همین ساعت مچی هم به دستش بود. درست، خودشه. جناب سروان، اصلا به ریخت من میاد که جیب بر باشم. خب اگه مچانه گرفتی، پولی هم تو دست من بود. بله، جیبام هم چک گشتی، چیزی توش نبود که. پس به نظر شما این آقا پولای شما رو دزدیده؟ بله بله، همین فرموده بودید عکس بیارم. بله بله، معذرت میخوام، لطف کنید. همین، فردا تشریف بیارید، همه کاراتون حاضر. خدا خب میفرمودین. بله همین گردن پولو. با نزاکت صحبت کنید. پس این جوونه برای چی آوردین اینجا؟ این پسره تخت پسر ناخلفمه. جناب سروان بپرسید من چی کار کردم. چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ جیب بابا تو زدی؟ بابا تو جیبش زدی؟ من نمیفهمم چطور ممکنه دو نفر در آن واحد جیب شما رو زده باشن. آخی جناب سروان، شما که خبر ندارید که همین نمک بهرام امروز صبح میگفتش که جای همه پولای منو بلده. حالا شم میگم بلدم، میخوای بگم جاش کجاست؟ جاش رو بزنم. نه جناب سروان، دارت بزنم. میدونه چیه جناب سروان؟ این قاتل منه، این اعدامش کنین، حبسش بکنین، بعدم دستن بهش بزنین، با اعمال شاقه دورش بزنین. اگه این کارو نکنین اول خودمو بعدم اینه میکشم. بسیار خوب، همه میکشم. حتمش که به این ترتیب نمیتونیم قضیه رو حل کنیم، باید پرونده تشکیل بشه. بیچاره میدین سر پنجا خوان صورت اتاب دلم با هم خورد. خدا مردم باید چی با خورن؟ خب برم سر این ببینم چی. جیده تو باقیم تو وای این بدک نمون. خب این چیه؟ لنگه جورا خدا زدی. مردم با هم خورد خدا. خب اینا قدم نمش پسر یه پاشن نمک دردی بیان گلو رو بشن. خب حالا باید روش یه کمی یونجه بدم، این سبز بشه مردم بخورن، به هر رو تیز بیافتن. بسه چی کار داری میکنی؟ تو که همه غذاها رو خراب کردی، با تو هم کی به تو کنی تو آشپز خونه؟ قربونش برم ملیه جونم ده. حالا مگه طوری شده خنگ خدا؟ خب مسلمه غذا رو خراب کردی. بیلاشو نگاه کن ده. الان درستش میکنم، یه دقیقه صبر داشته باید. چی رو صبر کنم؟ خب همه رو خراب کردی. الان آب میدم رو یونجه، یونجه ها سبز میشه رو غذا، مردم میخورن، بر رو تیز میافتن. صبر کن، بعد تو صورت حساب بر 200 تومن. آره بدم. بدم چی میکنه بسته؟ گفتم میخوام یه جار آب بدم. من باغ نبودم، من چمن آب میدادم. دهه
بنده آشپزخونم که بسته شد. من شما رو کجا دیدم؟ قیافت خیلی به نظرم آشنا میام. درست داداشم، قیافه تو هم به نظر من آشنا میام. یادم اومد تو مدرسه با هم شاگردی بودی. تو هم آدم کله داری هستی. چجوری ما رو شناختی؟ راستی اون وقت اسم تو چی بود؟ عبدالله دیگه. تو مدرسه همه به میگذن عبیگره. شاید هم درست میگی، اسم منم موچوله. اونا که میدونه. پس بزن قدش هم شاگردی عزیز. ببینم تو هم مثل من بیکاری؟ آره. رفته بودی اینجا دنبال کار؟ آره. نمیدونم چرا هر جا میرم یا کاری به من نمیدن، یا اگرم بدم بعد چند روز بیرونم میکنن، یا ما خنگیم یا مردم مال شناس نیستن. ممکنه. قصه نخور، از امروز یه کار کاسبی با هم راه میندازیم. آخه چه جور کاری؟ ما که پول نداریم آقا عبدالله. فکرشو نکن، خرید و فروش میکنیم. باره بریم تا بهت بگم بابا. جنسشو از کجا گیری بیارن؟ جنس؟ گیر میاد. میتونی کت تنت شروع کنی. الان هوا گرم، کت میخوای چیکار؟ برو بابا مسخره بازی در آورده ای. این کت پاره رو اصلا کی میخره؟ من؟ چند میفروشی؟ برای اینکه کار جا بیافته معامله اولی رو خودم باهات میکنم. یارو ببینم زود باش. ولکن اصلا کتم نمیفروشم. چی میگی؟ چرا؟ مگه نمیخوای کاسبی کنی؟ پول خوبی هم بهت میدم، 50 تومن. نه صرف نمی کنه. مگه خودت چند خریدی؟ همین 50 تومن دیگه. کی خریدی؟ تقوینم 3-4 سال پیش. بکه بی انسان، یه کت خریدی 50 تومن، 3 سالم پوشیدی، حاضر نیستی به همون قیمت رو بدی؟ اگر قرار باشه همون قیمتی که خریدم بفروشم، پس استفاده خودم چی میشه آقا عبدالله؟ استفاده خودت هم همون 3 سالی که پوشیدی جونه. آو راستم میگه. میگه رد من پنجه رو ببینم، خدا برکت بده. خدا ذلیلت کنه، لح شدم. نکنه کور یا آدم به این گندگی رو نمیری جلو پاد مردک. عمقازه بلندت بیرونم هم کرد. چی؟ عمقازه بیرونم هم کرد. خب چرا انداختت بیرون؟ دکاتو در بیار اینا 50 تومن. حالا چه عجله ای داری؟ سب کن ببینم این آقا چی میگن؟ خب انداختت بیرون چرا؟ حالا واسه اینکه یه جا سیگاری 1 تومنی از دستم افتاد شکست. انقدر کدکم زد که داشت استخونام خورد میشد. تازه بیرونم هم کرد. حالا پس کی جای تو کار میکنه؟ چه میدونم، یه بخت برگشته دیگه. اوه پس اون حالا دیگه شاگرد نداره. 50 تومن تو دست من پلاستید. کتت داره ببینم. دارم نقشه میکشم، اصلا نمیفروشم. معامله 2 ساعتی که تموم شده. کتت داره ببینم. داره چی رو تموم شده؟ میگم بزن نقشم رو تموم کنم. اصلا کت مال منه، نمیفروشم. 60 تومن خریدارم. 70 90 ساعت کتو در یالا بابا. چرا همچی میکنیم؟ مگه زوره؟ نمیفروشم. حالی چاد؟ کار پیدا کردم اوستان مدترم، الان باید برم سر کار. مای وای زوری کردم. او اکسم تو کلش افتاده. بسیار خوب، پیداست آدم راستگویی هستی. امروز اینجا کار کن ببینم چطور کار میکنی. اگه از کارت راضی بودم فرض دامنت بیا سر کار. چشم، خدا سایتون از سر ما کم نکنه. خدا انشالله این بشقاباتون زیادترش کنه. خب اسم چیه؟ شاکر شما موچول خان، سن 22 سال، معلومات کلاس دوم ابتدایی. پدرم عمرشو داده به شما، مادرم عمرشو داده به شما. خیلی خوب، خیلی خوب. من از آدم پرشونه خوشم نمیاد. بیا اینو بگی جنسا رو تمیز کن. یالا کار چوپری متوان خوب چه کار میکنی؟ این کت کثیف هم از تنت درال. یه رو پوش اونجا به میخوابی زونه بعد تنه چش خورم. رو مخ خودش یه قلمه اشغال بود. مامان میگه کت کثیفه. قربان، حالا این کار چوپریم چه تمیزه. حالا این پوش خوابه رو چطور پاک میکنم؟ تمام گرده خرقه رو از لاین لچخته پاک میکنم. تو هم باشم شیر بازی. یه وقتی من بوسته گرام بودم. قربان ببین عبدالله،
ای سی سرم کده بخری بهت نمیدم و بیخودی موسموس نکن. میبینی که سر کارم مشغولم. دوستان میگم ها او دیگه این اوی داره. بله بهتره یه وعده مژدگانی به یابنده پول بدید، ممکنه زودتر به نتیجه برسه. آره پس بهتره من همین الان برم اعلانشو به روزنامه بدم. چقدر پول بوده بابا؟ میخواد چه کنی؟ ها؟ میخوای چه کنی؟ آخه پدر جون اینقدر بدبین نباشین آقا، بالاخره برای اعلان در روزنامه تعیین اصل مبلغ لازمه. بسیار خوب چش تو منم یه چک عامه. خیلی خوب حالا درست شد، اون 5000 تومن خوردش هم باشه مژدگانی. بس تو حرف زدی پسر، مگه پول علف خرس کره بز که از کیسه یه خلیفه میبخشی. جناب سروان اصلا نمیشه وقتی اعلام کردیم و یارو پولا رو آورد مژدگانی رو بهش ندیم و بندازیم زندون. نه این جوان مردی به دوره، وقتی کسی 100000 تومان پول داوطلبانه پس میده این مژدگانی حقشه. روزگار به سیاه میکنم خیال کردی. سلام آقا. سلام و زهر مار بلای تازنینم از بینزم دیگه. همین روز من شام داری نداخت. نقا میدون تو اومد اینجا چیکار؟ یارو چی شد؟ نه تصویم یارو جاش محکمه محکمه اومده میده دستانت بند شده باشه. بعد وقت میدونی چقدر پول بل کردی اومدی اینجا؟ چقدر؟ 100000 تومن جونو من رو آره. اینم آوا خوردن بفرمایین. چنون پذیرایی ازتون بکنم که هیچ کس به عمرش نیده باشه. خب رد کن بیا لیوانو لیوانو لیوان لیوان فرمودین 20 گلدون بله؟ بسیار خوب. چند ساعت 4:30. آهای پسر مگه نمیبینی دارم کار میکنم؟ حالا چه موقع میزبان کرده؟ چش قربان دستتو بکش کنار. خب تا سر ساعت 5 بعد از ظهر میفرستم براتون بیارم. خاطر جمع باشین قربان. متشکرم. راستی یه 20 بشقاب اضافه شده. دیگه بارش آدم 20 بشقاب اضافه. بذار سر جاش پسر. اگه یه دفعه دیگه دستت بیاد رو میزنن با همین قلم چشمات میارم بیرون. کش قربان. شما بفرمایید. خاطر جمع باشین. خدا خوش اومدید. مرحبا. قربان خیلی ببخشید بهتون بد گذشت. از این طرفات رو به خدا نشین بیارم. چیه؟ یا ببینم پسر. بله قربان. بسر رو که مشتری خواسته دونه دونه میخونم میکنی میچینی زمین تا بفرستم براتون. چش. اول چه؟ 20 لبتق بشه رو زمین. چش قربان. پسر مواظب باشا، هر دونش به اندازه هیکلت میارزه. چش قربان. به دومت هر بزن. این جام اینا که دیفه چه؟ یک و دو سه و چهار پنج شش هفت هشت و نه ده یازده دوازده سیزده چهارده و پانزده شانزده هفده و هجده نوزده بیست و بیست و بیست و بیست هم میشه هفت و هشت هشت و ثواب داره هشت و بیست بدی موشه راضی برمی حاضر قربان. دومیشم 20 تو گم. چشم اینم 20 تو گم. یک و دو سه و چهار پنج شش هفت هشت و نه ده یازده دوازده سیزده چهارده و پانزده شانزده هفده و هجده نوزده بیست و بیست و بیست و چهار بیست هم میشه بیست هفت و بیست هشت و بیست نه. این نه تا اضافه است. خب ثواب داره. اوه اصلا درست بشمان. چشم کنم. این پونزه و این بیتازه و اینم بیتازه و یلا درست بشمان. چرا همچی میکنی؟ چرا میچرخی دارو خوده؟ این باد بیداز چرا میشه؟ حکم قدر از اولش خوب بود. برو برون نمیرم. حقوقم بده. چرا حقوقی؟ چه حقوقی؟ تو بهانه میگیری شاگه در میارم. نمیتونی چیار میکنی؟ شهر هرته باید ما این پونزه رو تو حقوق به هم بدی. فرار کرد. فرار کرد. میخواستی چیکار کنه؟ احمد کیفو همراه خودش برده. چی؟ دزدی؟ باره بابا. چه کیفی؟ نه بابا بی بریم تا گمش کردیم. خیالت راحت باشه الان گیرش میارم. اینم کاسمی امروزمون. نمیدونم سر صبح تو رو کی نگاه کردم. روش کجا رفت؟ کجا رفت؟ من دارم تو میپرم. اونها شوش. آخه بله حالا درست شدم. اینی جیگولو ها آخه این چه بویی میاد خودم مردن از گشنگی. آخه کجا در رفتی؟ گفتیم بعد از قرنیگه رفیقی پیدا کردیم و میریم با هم یه ناهاری میخوریم.
راستی یکی از رفقا رو معرفی نکردم، رئیس شرکت کیف 109 با مسئولیت مسئول مرگ من پدره. این چاکر شما موجول خان خوشبختم، اسمبرم خوشنگی تصدق تو. خب حالا باید چیکار کنیم؟ به کجا بریم؟ به که گوییم؟ هیچی، بریم تو این چلو کبابی به سلامتی این دوستی یه چلو کبابی سیری بزنیم بخوریم. بفرمایید آخ قربونه هر جاتم با مرمی اخ رفیقم، رفیق قدیمم، اخ خوشو دیدم. سلام جونم، بفرمین اون بالا جا هست، بفرمین. اسم این رفیق من چی بود؟ نمیدونم، نمیدونم. بفرمین دماغ نبود؟ فکر نمی کنم، فکر نمی کنم. اصلا بیمار نبود؟ هاند، چرا چرا، خواهش بکنم، بفرمین. چی بود؟ میذارم این داداش رو اینجا ببینم. جونم داداش تو گارتون بود، ما نمیدونستیم این واقع. بفرمین بپر چلو کباب سلطان. آه جد تا پاش بازو بذار واسه آقایون زرد بیدرمون مثل دیب تنورم جاگه. خب مچول خان، میدونی ما از بچگی با هم رفیق هستیم. همینطوره، دو تا دوست جمال ماست. مثلا امروز من پول ندارم، میرم پلوی عبدالله، میگم عبدالله پول پله چی داری؟ دست میکنه تو جیبش، یه قلمبه اسکراس همینجوری میریزه رومیز. روزی دیگه اون نداره، من همین کار میکنم. همینطوره، خلاص ما این شخص در نمیمونی. آره خیلی خوبه، اما حیف که من هیچ وقت پول ندارم که جیرینگی بریزم روی میز. اصلا ای به خر اینجا داره تو لوتی گیری که دیگه این حرفا معنی نداره. کوچج رو کو، اصلا هر کی هر چی داره میریزیم رو میز و سه قسمتش. بله من که گفتم پول ندارم، تو رو به خدا خجالت هم ندیم، من حتی سن نارم ندارم. لباش لباش بده اینجا، اولوف هم بده، اولوف بده، سبزی بده، بده اینجا درست کنم. الان ساندویچ درست میکنم. آها تو با من یاد بگو پولاش رو کنه دیگه. باشه مچون خان، اجازه میدی پولایی که تو جیب این رو پوشه ما در ریم و رو کنی؟ آره 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 رو کنی، رو کنی، اگر پول بود رو کنی. آره 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 پولی. درانی، 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 چه بودی؟ به روغن سوزی افتادم، خستگی مردم. آخه جون من خجالت نکشین، خوب جیباشو بگردین، شایدم توش پول باشه و ما نمیدونیم. خب پس راستشو بگو، شما پولاتونو کجا میذاری؟ من؟ آها الان پیش باکره. الان بهتون میگم، من پولا میذارم توی این جیبه. پس حتما پولا تو خودشی ممکنه. چیه؟ چرا فکر میکنین؟ بیخگوشی هم داشته این؟ بسیار خان، راستی مچول خان درست میخواد پول دار بشی؟ عربت پنگ حاضر یه شرط ببندی؟ چه شرطه این؟ بهش بگو چیه؟ آقا مچو، تو میتونی چه شرطو ببندی و غذا بخوری حرفم بزنی؟ این چه کاری نداره که، از همین حالا شروع شد. شرطی 100 تومن بفرمان. پس من هر سوالی ازت کردم باید جواب بدی. ما یعنی اینه که تو تا حالا پول تو جیبای کتت گذاشتی؟ گفتم که نه. آخه خدا جونم، نباید من به ترکم. آخه راحت شدم، حالا میخوام براتون بگم، اما خیلی خنده داره ها.
کته نه اینکه جیب سوراخ بود با برای بچه ها سوراخ جیب میرفت تو آستر کت اون پاش عقل جنم بهش نمیرسید وقتی سیبا تموم میشد و همه بچه ها پخش بلا میشدن من سیبا رو یکی یکی از آستر کت در میآوردم و میخوردم ایداد ویداد عبدالله خان مثل اینکه من شرطو باختم چون همش حرف زدم عبدالله خان چرا جواب نمیدی؟ بگوشم عبدالله خان بگوشم چرا جواب نمیدی؟ علالله موشور خان چشمات واکن پس اینا کوشم کارا من با صندلیا حرف میزدم قربون بله دیگه برمیگردم کس دیگه من نره فرشکرم خان اگه این رفقا بر نگردن تو که پول نداری حساب میزو بری آی گارسون بیا بله عربا خوش بده یه نوچ با بینجا جونم بفرما راستی جناب آقای گارسون اگر یعنی چی بیاد اینجا نهارو بزنه و پول نداشته باشه بخواد بره چی کار شما میکنی؟ اصابش روشن قربون یه پارچه که پنج تومنه خواه ای پولشو نده بیس پنج تا کشیده آب در نوشو میکنه خب سلطانیتون چنده هم؟ پنجه تا کشیده یا ده تا لقد محکم توشی کم کباب بویده؟ دو تو مشت محکم تو مخ دو قفص داریده پنج تو پس گردنی خب ببینم شما پول نمک و فلفل و آب خوردنم مگه حساب میکنیم؟ پولی باشه نه اما اگه بخوای کتکی کتکی حساب میشه هر کدوم دو تو کف گرگی خیلی گرونه غذاهاتون مایه کاری حساب کن که از این به بعد ما بیایم مشتری بشیم یارو که بسه حالا چیکار کنیم؟ نه بیا بله قربون ببینم داشتی مغازه ای کیوا میکنه امروز که نمیاد فردا هم که جمعه است رفت تا شنبه باید بریم شنبه بیا تازه شنبه هم که بیایم یارو کتو به ما نمیده که خرجمون خیلی زیاد شد باید تا شنبه یه جوری سرشو گرم کنیم بزن بریم انگوشم ماساژ بدن آقا جو دو بعدت داره بخواییم بریم حساب چه بشه حالا چه عجله ای داری سب کن دبیان ببینم اینا فامیلات بودن نه همین امروز با همه آشنا شده ایم تعارف کردن بفرمایین نهار ما هم اومدیم بیچارا خیلیم برای من ارد دادن بعدم دارم بچه ها خواب اب نداره آه. حالا شما حساب میزا میدین تا دیگه گلای مردم آقا باز نخوره پنجا چوه حسابتو میشه مگه کی تو؟ گفتم مهمون اونا بودن بگه حرف دهنتا ببا آتی بگنی آتی بگنی نارد نشو هر چکی یا چوه حسابتو کمه کنه یایی خانی جناب آقای گارسون میدونی راستش اینه که من یک آقایی هم پول ندارم اونا منو بز گیر آوردن آوردن اون تو بابا رو کتک خوردن آتر شا صبر کن ببینم بابا چه این میگم تو هم زود دست شوالم میکنه بالا با این چیزا سرمون نمیشه یا حساب یا کشیده میدی یا نه 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 آره نه نه آره نه بذار روزا گوش میدیم بچه بیاین اینجا تصویح حساب کنه بابا جون آب رو ریزی نکن خودت یه جوری سر تا قضیه رو مصمالی من نمیتونه تنهی سر تا قضیه رو مصمالی بکنه هدی قربون هیکلت برم آیه خورتومزاده پس یه دقیقه سب کن من فکرام بکنم ببینم چی خواهی میدونم بذارم بریزم خب چی سراخ دماغش خواهی بشم آی خورتم زده اونجا نگاه کن ببین کی با شما کار داره اونجا نگاه کن هیچ وایس لالا خسته شدیم آها ناچسا یه نهار بهمون دادن از دماغمون داره بردن میرون بیا جناب چی بابا دو ساعت داریم عقبش میگردیم آدم رفیقشو میذاره گرو در میره باه
بابا گلی به گوشه جمالتون نالو جان نهارو خوردین در رفته این یارو قول نزدیک منه با خوره ای خیالش خیالت راحت باشه 25 چوب حسابش بود هوشنجو تمامش رو رد کرد مگه نه هوشنگ خواست بله بله همش رد کردم جون من راست میگی جون تو والا دروغم چیه پس چطوره حالا بریم یکی یه جوب کشته مهمونش کنیم نه بابا رفیقمه خوب نیست آره بابا من دلخور میشه باش من بخشیدیمش در عفو لذتیست که در انتقاد نیست حالا چرا وایستدیم بزن بریم جونم کجا؟ ما که تو رو جای بد نمیبریم ترسد آره بریم بریم را بیام نگارم زمو کار کرده دیشو نگارم زمو کار کرده دامن ز اشکی دیده تر کرده خیلی خوبی نرزنم والو والو ما که کوه و صحرا رو زیر پا دارم عزیزم تو دیگر مکن آزارم ما که کوه و صحرا رو زیر پا دارم عزیزم تو دیگر مکن آزارم ای بی وفا یار بی وفا یار آرزوهایی که به دل دارم خدایا نمیرم تا نظر بمیرم میخوام زندگی رو بگیرم خدایا نمیرم تا نظر بمیرم میخوام زیارم متقاس بگیرم میخوام زیارم متقاس بگیرم خدایا نمیرم تو نظر بمیرم میخوام زیارم متقاس بگیرم خیلی به دیل شارم خیلی نداره بابا حال داره خیلی بای خدا این قسمت رو ببین جریان چیه؟ جریان درده گرفت قشنگ داره ترقص میکنه یا تو بابا من ندیدی که بابا چنین کن چرا چون کردی گفتم چنین کن چرا چون کردی موعد نکردم موعد نکردم عزیزم به حرف دیگرون کردی موعد نکردم موعد نکردم عزیزم به حرف دیگرون کردی بی وفا یار بی وفا یار چار رزوهایی که به دل دارم خدایا نمیرم تو نظر بمیرم میخوام زیارم متقاس بگیرم خدایا نمیرم تو نظر بمیرم میخوام زیارم متقاس بگیرم از اون وقت حالا فکرم معلیه این این عرقی که ما بهش دادیم عرق خورش هم دریوری میگفت این که خیلی جوجه است طفلی حالا بازی تو بکن تا بلند شد عرق تو گلوشه
ملی جو شربت چی بهش بده پوش بود چطوره بچو برو الله برو عجب شربت خوشمزه ای بود ملی جون ملی قرونه برم الهی بسم الله الرحمن الرحیم خدای با امید تو اوه چه خوب شد اومده سلام و زهر ما رفیقان اون ست و من پولو دادن گفتم برو پول ضربای کشید بده من به خدا نفهمیدم غلط کردم اینم لباساتون برو من کردم اجازه بدین وایسم سر کارم نه خیر لازم نیست خیلی خوش خدمتی کردی یالا برو گام شو برو ببینم قربون شما من برم پس لباس خودم بده رام بکشم بفرمایید اون کت پوست خزتونو بردارین گورجونو گم کنین خیلی خوب یالا من میگم وقت اومد هیچی بهش نگیم ببریمش یه جای خلوت کتش رو اتنش داریم یه کتک مفصل هم بهش بزنیم اونا هاش اومد بیرون بارم جبار اینا کسا اینسی چکار کنی؟ برو بریم تا در نرفته بشو اومدم موشون از هرا خودو بیرم بی معرفت اون باره مردم خواد بلاخره یه روز میاده بسکن داشتن بی خواد تو کسیف نکنه این مردم اگه رو چیاره دنگه باره بریم سابشونو میاده این خدا که این چیز بیادی برای مردم بالا برن برو ایسی بیرم بی خود خدا کردم نمتونو عروی چینه را برن او که تو همین کچه اومد آره اما چطور شد خیلی مثل اینجا کجاست اینا چی هم نکنه اینجا دیوونه خونه باشه حتما دیوونه خونه است دی از گیری دوزا در رفتیم گیری دیوونه ها افتادیم خب بهتر جای ابدی خودمه بالاخره پختم پختک ای خدا چقدر اینا خوشمزن این فیلی بس فیلی ای با اینا دارم میام سرم لای دیوانه ها برو بخورن آی دیوانه گان سرم اینا دارم میام اونا منو تو خودتون جا بدن بیا
مرد جان من در خطره، جان من در خطره، نجاتم بدید، نجاتم بدید، بابا منو میخوان بکشن، منو میخوان بکشن، بیرونم نکنید، ایمان تو آدم، ایمانو، میگن منو میخوان بکشن، چرا هر بیت، با چشم شیرازی، چشم شیرازی، میدنم میگویم، شما رو بیرون، دم یا نفایید، نیا نفایید، نکنید اینجا، اینا شاید اومدن به یایی، خوب گیر افتادی نگاش کن اگه جلو بیان خودم پرت میکنم پایینم اینا دوزن اینا اومدن منو بکشن ای بای حوار مردم اینا دوزن اینا میگن دوزن چی میخوای ما با شما کاری نداریم ناراحت نشین چیزی نیست ای بای ای خدا ای چقدر دوره ای چی میگی چی میگی چی میخوای معرفت در میری رو کن پولو رو کن بیا دو پولو رو میکنم چه پولی چه کشتی مال میجب نمیام من بیام پایین الان میپرم پایین خانم آقا شاهد باشی خون من به گردن این دوتا برای عبد کاشی زودتر بریده بودم میرسم من بین زمین آتم جلال خاله داره پرواز میکنه برو برو پایین الان پرواز میکنه سود داشت ما تله شو بودو بری بودو با تله کن اونها جانم جان میرم اول بخوریم بعد برمیگردم میرم بخوریم ریخ بعد پیام میرسم بر ننم از این چاچوانی گرد داره از اون بالا بهتی میوفتم پایین خواهش بولای نازلینم خواهش بولای بولا دارم ببینم پولا هم پیدا میشه پدر جون پولا هم پیدا میشه پولا هم چیز مهمی نیست یه شربت مرتکن براشون نوشتم پولا هم من نبود بگه من پولا هم بگم پولا تا تبورم بنویسید تا پولام پولای عزیزم پیدا نشه من تب میکنم تا چشم احمدون کرشه ناراحت نباشین پولاتون پیدا میشه همونطور که گفته بودین تو روزنامه اعلام کردن و وعده مجدیگاری رو دادن دیگه چرا وای حالا چقدر وعده دادی؟ هیچی فقط 5000 ای خدا جونم مردم 5000 تومن خدایا خدا جونم خدا جون منه بگیر از دست این پسر کلاسم کن هیچ میدونه چی کار کرده؟ با هر یه تومنش 5 دفعه میشه سوار اتوبوس شد و دور تهران رو گشت 5 تا میشه 25 تا یعنی 25000 تا بلیط اتوبوس تا آخر عمرت هم اگه سوار بشی تمام نمیشه حق با شما همین الان تلفن میکنم میگم مجدگانی را چاپ نکنن اصلا می نویسم هرچی پولو پیدی کرده تحویل داد باید 5000 تومن دادن این باشه احسن حالا فهمیدم که حلال زده هستی آقای دکتر حالا که زحمت کشید رو تا اینجا تشریف آوردین نگاه کنیم ببینیم من آپاندیس ندارم گاهی این سر دلم همچین سنگین میشه بعد از قضا خاطرتون جمع باشه کاملا معاینه کردم ناصر جون زبونتونشون آقای دکتر بده شاید رو دل مدل داشته باشی نه من حالا لازم نیست ماشاءالله آقا زاده از بنده سالمتره خب اجازه مرخصی میفرمایید اختیار دارید خواهش میکنم نه. فردا به شما یه سری میزنم نه شما زحمت نکشین ناصر خودش میاد خدمت بله بله نه. البته فردا دیگه ویزیت نمیخوام همینطور دوستان خودم بله ببخشید من دوستانه بله هر روز میتونین تشریف بله منظور پدر همینه لطفا شما زیاد خیلی خوش آمدین اگه همه کارا رو بشه اینجور مفتی تموم کرد خیلی خوبه آره خیلی خوبه آقای پولاد پولای نازنین تو این دوره جوونه من فکر نمکنم به 20000 تومن مهریه زیاد باشه ما تموم شرط و شروط شما رو قبول داریم اما فقط 20000 تومن مهریه خود زیاده
معلومه که زیاده ننه جون، یعنی 20,000 تومان مش، 20,000 تومان هم جهاز. خدا بی لطفی میفرمایی جهاز و نقد باید خرید، اما من نشیاز حالا ما جا از شما پول نخواشیم که فرق نمی کنه که وقتی تو قباله نوشتن دیگه به گردن دومات درسته، اما ما دیگه کمتر از 20,000 تومان قبول نمی کنیم. مگه دخترمون چه عیبشه که مفت و مسلم بدیمش دست مردم؟ اوهو، حالا دیگه ما مردم شدیم. چطور تا یه دقیقه پیش دوست جون جونیتون بودیم، ما هم نمیتونیم همینطور ساکت بشینیم و مردم کلامونو بردارن. یه پسر مثل درسته گل دارم تعبیرتون میدم. ننه جون ناراحت نشو، این دختر نشد یه دختر دیگه. خانوم شما اومدین بله بوری یا اینکه اومدی 1000 تا نسبت بد و بیرا به ما بدی؟ الحمدلله دختر ما هنوز ترشیده نشده، 1000 تا هم خواستگار داره. داره که داره، پسر منم همینطور دهنش بوشیر میده. بابا اگه این شاخ شمشاد دهنش بوشیر میده پس بابا دختر منم قرباقیه. بابا 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 کنون دیگه آخرش این جنو کار خراب میکنن. آقا جون با شما دختر منو میخوای یا نه؟ البته که باری کلا به 20,000 تومن به مهرش میکنی یا نه؟ نه همچین عجب بساطیه. یه ننه لا سلامتی صاحب خونه. آقا من میجاد عروسی دخترمونه ببرمین دهنتون شیرین کنیم. بابا حالا که وقت عروسیه باید عزاداری کرد. بابا بفرمایی تو اتاق، برای حال شما خوب نیست که عصبانه میشه. بابا پس این سگای هرزه برد و ساکت کن. کلم بود شد، کلم توش بود. مرتی که خجالت نمیکشه، هرچی از دهنش در میاد میگه. بسری گردن کنم همسون نشستی هرچی دلش بخواد بگه. الان از سبیچو میرستم. آقای مردم، من از مریخ آمدم، 10 دقیقه رفتم به مریخ آمدم. اگر جیش بزنیم میرم به زحل، اون خیابون رو ببینه این خودم. اتومبیل‌ها تمام زیر پای من، خیابان تمام زیر پای من. چقدر زیداره در فضا. آخه چه احساس بی مخی می کنم بی وزنیم. خدایا این کاش نمی شدم در آسمان ها باشم جز این سیاره. چه میشه این؟ چه ای بچه ها بله می گفتی؟ بچه ها منم موچون شما. بسه نخوریم، من همون موشونم که عذیت هم میشردیم. ببینیم به چه درست
آمین جبار جون، خلاصه ما فقیر فقرا ها هر عیبی داشته باشیم مال مردم خور نیستیم که نیستیم. آره پدر جون، حالا موقعش مژدگانی که قرار بود به موچول بدیم. مگه موچول از امروز جای پسر منه، این خونه مثل خونه خودش میمونه، تمام حساب کتابای خودم رو میسپرم دستش، هر آرزویی هم که داشته باشه خودم براش برآورده میکنم. اون می جبار جون نمیدونم میخواستم با اجازه شما همینجا ملیه جون از پدرش خواستگاری کنم. دخترم اجازه دست خودشه، می جبارم جای پدرشه. جانم ملی جون رون چشمان دختر خجالت بکن. ملی جون یه توخ کفتر بده پدر زبون چاش قرونو مجاد دارم قرون نیست. بجن چه قرونو هست؟ یعنی چشمن داری دخترم خیلی کنه. نینی شو ببین، میمیرم بر اون نینیت با اجازه پدر مادر هرون. باشه شالا مبارکی تون باشه، شالا مبارک باشه. نیشم توی خونه رو باش ببخش بله دخترم رو نمیدم. حساب حساب کاکا کاکا بی کاکا بردرم بی بردر من حرفشترم نمیشه حرفا میشنه. آی باری کلا قنچ لب لا دوست دارم خیلی دارم خیلی، آی با تو هستم دخمر شیطون. یه لیلی یه لیلی یه لیلی یه لیلی وخ که تمام شد کار عروسی مفتی و مجانی بدون خوب دخمر سبز یار با مزه ابرو بادم جانی ابرو بادم جانی. شوخی کردم و به سر نخورا یه وقت معامله رو به هم بزنی. عجیب پول امولش رشی تو هم که دختر شوری دادی. من از تو ممنونم بابا، به دختر از تاج سر دادی. بیا کنارم شوهر جونم، به من تو جامعه شکر دادی. اومد موچول خان ملیه جون، نخور غم این جهان دون. اگر چه تاج سرت منم، تو هم عزیز جون شدی زنم. همینی تو زن منی هم یه من اشتراح نگه. داریم میریم توی قریم، همه خوشیم تو خشخشیم. بار زمان را ما ها دیگه نمی کشیم، نمی کشیم، نمی کشیم، نمی کشیم. داریم میریم توی قریم، همه خوشیم تو خشخشیم. بار غم زمان را ما ها دیگه نمی کشیم، نمی کشیم، کشیم، نمی کشیم، نمی کشیم. بار غم زمان را ما ها دیگه نمی کشیم.